هرستان مسلمونی احساس میکرد که نباید در مقابل ظلم سکوت کنید. این چیزی هست که در اولین آموزه‌های اسلامی، در اولین آشنایی با قرآن، در اولین آشنایی با مفاهیم اسلامی آدم باش برخورد میکرد. و عنصر سوم که شاید تا اندازه ای برای کسانی که در محیط من بودن، در محیطی مثل محیط من بودن بیشتر صدق میکرد، یک به اصطلاح دافعه یا سرخوردگی یا در واقع شکستن اون چیزی بود که شاید بشه گفت توهم در واقع روحانیت ضد شاه. در واقع من به دلیل موقعیت زندگی، به دلیل موقعیت پدرم که خودش در کسبت روحانیت بود، با خیلی از آخوندهایی که در اون زمان دایه ضدیت با شاه داشتند آشنا بودم. میشناختمشون از نزدیک، با خانواده‌هاشون، با بچه‌هاشون، با پسرهاشون، با فرزندانشون، با در محیط بودم. اکثر کسانی که بعداً جزء در واقع مقامات سردمداران، جنایتکارانی که سردمداران این رژیم بودن، از خانواده خود خمینی تا بسیاری از خانواده بهشتی، خانواده یزدی، رئیس قوه قضاییه رژیم، اکثر اینها مطهری، خیلی از اینها رو من از نزدیک دیده بودم و میشناختم. خیلیشون در خونه ما با پدر و مادرم رفت آمد داشتن، در رفت آمد خانوادگی خیلی وقت داشتن. در همه اینها اگه بخوام بگم، در واقع تصویر خیلی نوجوانی و کودکی، حتی اون چیزی که از نزدیک از این افراد در ذهن آدم شکل میگرفت، به خصوص در مثلا سالهای اواخر دهه 40 یا اوائل